درود خدمت یکایی که شما بینندگان گرامی برنامه بازشناسی باورها در روز پنجشنبه هفتم ماه تیر برابر با 27 ماه جون یا جوان در خدمت شما هستیم با یک برنامه دیگر در روز پنجشنبه که البته طبق روال گذشته باید میپرداختیم به ادامه مباحث مربوط به آنچه که پیرامون ایدئولوژی و فهم رفتار جمهوری اسلامی مد نظر داشتیم، مسائلی همچون بازخوانی و بازنگری نسبت به پرونده اتمی جمهوری اسلامی، تروریسم و مسائل مربوط به نقض حقوق بشر و تطبیق اون با ایدئولوژی. اما با توجه به اینکه فردا در جمهوری اسلامی روزی است که ارباب قصد داره برای بردگان خودش چند خدمتگزار معرفی میکنه و این بردگان فکری هم از روی استیصال و ناچاری یا با فریب بیاین پای صندوقهای رأی و آنکه ارباب میگوید رو برگزینه. در واقع داستان غم‌انگیزی است انتخابات در جمهوری اسلامی. گاهی من این تعبیر رو میشنوم که بردگان جمع میشن برای اینکه ارباب رو انتخاب کنن، در حالی که حتی این قدرت هم در جمهوری اسلامی وجود نداره، چون ارباب بر سر کار هست، فقط یک عقد شرعی منعقد میکنه میان بردگان با کارگزار مسئول تجاوز و غارت. یعنی 4 سال چه کسی قصد داره منابع مردم رو غارت بکنه، سرپوشی بر روی فساد بگذاره، دستور تجاوز به زنان و مردان و اندیشمندان سرزمین ما رو بده، ما رو در جهان بدنام کنه و در واقع فقط رضایت مردم هم نیاز هست که عقص بشه تا این عقد شرعی تجاوز منعقد بشه. این اساس انتخابات در جمهوری اسلامی است. ما پیشتر در هفته گذشته سعی کردیم بنابر اون دیدگاه ساختاری مسائل مربوط به انتخابات ایران رو بررسی بکنیم که آیا اساساً در درون رژیم جمهوری اسلامی با اون تفکر ایدئولوژیکش چیزی به نام انتخابات وجود دارد یا خیر، و این مسئله که آیا از بین این افرادی که معرفی شدن و بنابر ادعای مدافعان انتخابات می توانند تغییری حاصل کنند، آیا چون این تغییری توهمه یا واقعا میشه در واقعیت صادق باشه، و ما نشان دادیم که چون این مسئله نشدنی است و از میان این افراد همین امروز هم شما میبینید سبقت برای عرض ارادت و به نوعی تمایل اونها برای اینکه خوشخدمتی خودشون رو به ولی فقیه نشان بدن. اما امروز روی صحبتم با مردمه، یعنی در جایی که میخوایم سعی کنیم به یک متن کلاسیک نگاهی بیندازیم و ببینیم که اندیشمندان در سرزمین های دیگر با مردم چگونه سخن گفتن. امروز یک پدیده‌ای که در دستگاه تبلیغاتی رژیم بر اون دمیده میشه مسئله استیصاله، یعنی اینکه هیچ راه دیگری وجود نداره مگر انتخاب بین بد و بدتر. یعنی حتی خودشان هم دیگر پذیرفتن که جنس خوب در این بازار وجود نداره، در این کارخانه فکری و سیستم حکومتی شما نباید به دنبال جنس خوب باشید، بین بد و بدتر یکی رو انتخاب. کمی به همین مسئله بیاندیشیم ببینیم درگیر چه فاجعه‌ای شدیم که ما رو راضی کردند به انتخاب بین بد و بدتر. شما اگر امروز به بازار برید هیچ وقت بین بد و بدتر انتخاب نمی کنید، همیشه بین خوب و خوبتر انتخاب می کنید. اگر میخواید کفشی بخرید، لباسی بخرید، یخچالی تهیه بکنید، اتومبیلی، همیشه به دنبال این هستید که بین خوب و خوبتر چیزی رو انتخاب کنید. اما فاجعه در سرزمین ما جایی است که بین سیاستمداران که حاکمان سرنوشت ما هستند مجبوریم بین بد و بدتر یکی رو انتخاب کنیم. اما این دوگانه بد و بدتر به عقیده من یک دوگانه کاذبه و یک راه سومی هم وجود داره و آن مسئله انقلابه، یعنی چیزی که تمامیت این رژیم رو کنار میذاره و دیگر مجبور نیستیم هر 4 سال
که انهو یک برده، یک انسانی که آزادی و اختیار از او سلب شده، بین بد و بدتری که یک آقای به ما معرفی میکنه و دستگاه او، یکی رو انتخاب میکنه. و خوشحال باشیم که برای 4 سال رضایت خودمون رو اعلام کردیم که چه کسی میخواد ما رو تحمیل کنه، چه کسی میخواد اموال ما رو ببره، چه کسیه که میخواد سرنوشت ما رو به بازی بگیره. امروز بحث ما بیشتر پیرامون سخن با مردمه. سعی خواهیم کرد نشان بدیم که این مسئله‌ای که در بدترین شرایط هم شما یک راهی دارید برای اینکه تن به خواست ارباب ندید رو بررسی بکنید. به همین دلیل به سراغ یک اندیشمندی رفتیم، آیتین دولابوئتی یا دولابوئسی، که یکی از حقوقدانان فرانسه بود. در حدود سالهای 1530 متولد شد. عمر زیادی هم نداشت، یعنی در 33 سالگی در 1562 فوت کرد. در 22 سالگی یک رساله کوچکی نوشت به نام بردگی اختیاری، که حتی ترجمه هم شده به فارسی، و سعی میکنه 470 سال قبل از این زمانی که من با شما سخن میگم یک راهی رو به مردمی نشان بده که خودشون رو مستأصل میدونن، چون هنوز اون زمان بحث انقلاب ها مطرح نبود به این معنایی که بعدها در اندیشه افرادی مثل جان لاک، جان ژاک روسو و دیگران صورت بندی شد، که ما در مباحث مربوط به انقلاب ها به اون میپردازیم، چه در تلویزیون پارس و چه در رسانه های دیگر. بنابراین خیلی اهمیت داره که حتی اگر مردمی انقلاب رو در دسترس نمیبینن، یعنی فکر میکنن که خب اپوزیسیونی که به اون معنا سازماندهی شده وجود نداره، کاری هم از پیش نمیره، بنابراین بریم تن بدیم به این رژیم، میخوام به این بخشش پاسخ بدیم. حتی بر فرض فعال نبودن جدی اپوزیسیون، آیا ما انسان ها مسئولیتی دیگه ای نداریم؟ حتما باید به بازی رژیم تن بدیم؟ بیایید فرض رو بر این بگیریم که دستگاه تبلیغاتی رژیم درست گفته، دروغ اون رو راست بپندارید، بگید خب اپوزیسیون که کاری نکرده. اما آیا شرافت ما، اختیار ما، اراده ما باید سلب بشه؟ باید تن بدیم به خواست یک رژیم؟ به همین دلیله که من این متن رو برگزیدم که اگر امروز بعد از کلیاتی که در مورد اندیشه لابوئتی خواهم گفت فرازهایی از اون رو بخونیم، ببینیم داستان به چه نحوی است. اساس اندیشه لابوئتی این است که رژیم‌های دیکتاتوری یا استبدادی با زور قدرت می‌گیرن، با زور ادامه میدن، اما این همه داستان نیست. بخشیش رفتارهای خود مردمه که سبب میشه یک رژیم دیکتاتوری بر سر کار بمونه، اموال اونها رو ببره، به جان و مال و عرض و آبروی اونها تجاوز بکنه. خب نقش مردم چیست این میاد؟ آیا باید به هر امری تن داد؟ لابوئتی میخواد به این مسئله پاسخ بده. بنابراین در نتیجه او دیدگاه خودش رو بر چند اصل بنا میذاره. اصل اول این که رژیم های استبدادی بر پایه یک نوع رضایت مردم استوارن. بعد حالا تشریح میکنه که این رضایت چگونه معیوبه، اما یک نوع رضایتی میان مردم هست. حالا این میتونه یا فعل باشه که عدی انجام میده میره پای صندوق هایی رن، یا میتونه انفعال باشه، کسانی که صرفا میگن خب بردن که بردن، کشتن که کشتن، ما کنار میشیم. اصل دومی که لابوئتی مطرح میکنه این که آزادی اساس انسانیت، اساس انسانه، حق طبیعی انسان، همون گونه که جسم شما متعلق به خودتون، شما حاضر نیست کسی به جسم شما تجاوز بده، آزادی هم نوعی تجاوز به جسم شماست، شما رو محدود میکنه، اجازه نمیده شما فعالیت. تفاوت انسان آزاد و برده بر همین اصل بنا نهاده شده، وگرنه چرا ما بردگی رو مذموم میدونیم؟ چون انسانی که برده شده دیگه حقی نداره، آزادی نداره. لابوئتی معتقده وقتی توافقی کردیم که بر علیه استبداد دست به کاری نزنیم
و آزادی خودمون رو از دست دادیم، باید اون توافق رو برهم بزن. یعنی توافقی که منجر میشه ما به استبداد تن بدیم. لاباتی معتقده یک مکانیزم هایی وجود داره برای اینکه یک انسان رو تحت انقیاد در بیارن. یکی از اونها توسل به سنت. سنت ما چنین بوده که شما مردم باید تن بدید به برخی از گروه های اجتماعی. اگر اونها حرفی زدن بپذیرید، اگر اونها حکمی دادن بپذیرید، رأی اونها برای شما لازم الاتباع. دومین مسئله عادتی. انسانی که یک حرکتی رو بارها انجام میده اون عادت میکنه. حتما این رو شنیدی، ترک عادت موجب مرضه. میخواد نشان بده چه اندازه عادت بر روی یک رفتار ثابت انسانی اثر گذاره. سومین مسئله باورهای غلطه. لاوتی به صراحت اشاره میکنه کسانی که سعی میکنن باورهای غلطی رو به مردم جامعه تزریق بکنه. خیلی از آگاهی هایی که ما حتی امروز داریم کاذبه. همین امروز دستگاه تبلیغاتی رژیم رو نگاه بکنیم. چه اندازه آگاهی کاذب در دسترس مردم قرار میدن برای اینکه جلب بشن به پای صندوق های رنگ. و لاویتی سعی میکنه اینها رو نشان بده به ما که یک انسان باید وضعیت خودش رو تشخیص بده و در نتیجه این وضعیت رو دگرگون بکنه. خب چه چیزهایی در درون این سنت، در درون این عادت، در درون این باورها وجود دارن که قدرت اندیشه رو از ما میگیرن؟ خب لاقوتی به برخی از این مسائل اشاره میکنه. در اینجا داخل پرانتز عرض کنم این متن یکی از قدیمی ترین متونی است که من انتخاب کردم برای اینکه میخواد به مردم تذکر و توجه و تنبه بده. اما بعد از او هم در دوران کنونی شما میبینید انسانهای زیادی سعی کردن مردم خفته رو بیدار بکنه، مردمی که تحت انقیاد یک رژیم بودن، و نشان بدن که این بیقدرتان واقعا دارای قدرت هست. حتی کتابی هم هست آقای هاول نوشته، قدرت بیقدرتان. گاهی ما مردم با این کتاب های بیدار کننده بیگانه ایم. آنقدری که از سخنرانی های مداحان و روحانیون تحمیق میشیم، به خواب میریم، تمایل نداریم با خوندن این کتاب ها بیدار بشیم. بنابراین کتاب های بسیار زیادی نوشته شده در این زمین، اما من یکی از قدیمی ترین اونها رو برگزیدم که با هم اینها رو خواهیم خواهد. اما کلیات، لاباتی معتقده اولین کاری که سبب میشه این مردم تن بدن به وضعیت بدی که به اون عادت کردن و نتونن روشن بشن، مسئله نان و سیرکه، نان و شراب. این یک تعبیر نیست که لاویتی به کار ببره، او از سرگرمی ذکر میکنه در رساله خودش. یعنی جایی که رژیم های دیکتاتوری به مردم میگن با سیاست چی کار داری؟ برید خوش باشی، یه نانی هست حالا بخوری، یه شرابی هست بنوشید، یک نمایش و فیلم و اینها هست ببینید، یه موسیقی های هست بشنوید، با سیاست کاری نداشته باشید. شما در جمهوری اسلامی تازه نه نان داری، نه شراب داری، نه سرگرمی داری، حتی اینها رو هم از شما دریغ کرد. یعنی وضعیت ما حتی از وضعیت آلمان های زمان نازی و روس های زمان شوروی هم بدتره. اونا حداقل یه آزادی هایی داشتن، یه نانی بود، یه شرابی بود، یه رقصی بود، یه آوازی بود. در جمهوری اسلامی شما حتی اینها رو هم نداری. یعنی وضعیتی حتی بدتر از بردگانی که برای ما حداقل قابل تصوره. حداقل یک برده زمانی که یک ارباب خودش مجلسی داشت، بزمی داشت، حداقل میتونست استفاده بکنه از اون شادی. اما در درون این رژیم شما حتی شادی هم نمیبینید، چون اربابان شما به اون شادی هم باور ندارن.
دومی مسئله که لاهوتی نام میبره استفاده از القاب و عناوین. میگه این افراد نمیان به شما بگن ما هم مثل شما این. خودشون رو نماد خدا میدونن. آیت الله العظما میدونن. امام میدونن. عناوین مختلفی برای خودشون جستجو میکنن. که شما وقتی عنوان اونها رو میشنوید بگید خب من که آدم عادی ام. این آقا علامه است. این آقا ولی فقیه. نماینده امام زمانه. با خدا در ارتباط. آیت الله نشانه اللهه. و با این القاب و عناوین سعی میکنن مردم رو باورپذیر بکنن. بگی شماها نمیفهمید، ماها میفهمیم. صلاح شما رو ماها میدونیم، شما نمیدونید. سومین مسئله که لاهوتی نام میبره افاده این تعبیر در ذهن مردمه، تلقین این نکته در ذهن مردمه که رهبر داناه، رهبر فرزانه است، عالمه، حکیمه، اونه که تشخیص میده صلاح ما کیه. میگید چرا شش نفر رو به ما معرفی کردید؟ میگه خب رهبر میدونه، شورای نگهبان میدونه، ما که صلاحیت اصلح رو ما نمیتونیم تشخیص بدیم. تشخیص اصلح با اینهاست. ما فقط انتخاب میکنیم بین این گروه هایی که رهبر تشخیص داده اینا مناسب شما. شما میره آقای یک و دو و سه و چار رو انتخاب میکنی، حالا بسته به اون تبلیغاتی که نسبت به اونها میشه. اما همه کارگزاران رهبر، او تشخیص داده که این آقا باید باشه، این شخص مناسب شماست. بنابراین شما راه دیگه ای ندادید، اصلا در اون حد و اندازه نیستید بخواید صلاح امور خودتون تشخیص بدید. مورد دیگری که لاهوتی نام میبره ایجاد یک فضای چاکر صفتی است، نوکر صفتی است. تمام این افراد رو شما نگاه بکنید، هنوز نیامده سخن از این میکنن که ما هم در خدمت رهبریم، ادامه دهنده راه اون شهید خدمتی. منظورشون آقای ابراهیم رئیسی است، یعنی اونهایی که برای مملکت این فاجعه رو آوردن، اینا تازه میخوان اون راه رو ادامه بدن. یعنی حرفشون اینه که ما از خودمون استقلال نداریم. یعنی شما فکر نکنید که ما اومدیم مثلا حالا میخوایم در برابر رهبر بیستیم، در برابر برنامه های رئیس جمهور قبلی مقاومت بکنیم. نه، ما میخوایم شهید خدمت اون آقا که رفت در دل آتش، ما میخوایم راه اون رو ادامه بدیم. خیلی عجیبه برای مردمی که وقتی این فضای چاکر صفتی و نوکر صفتی این بزرگان رو میبینن تازه میخوام برن اینا رأی بدن. و شما فکر کنید چقدر فاجعه است اونایی که میرن رأی میدن. یعنی چه اندازه قدرت تفکر و اختیار این افراد و ارادهشون سلب شده که ذره ای نمی اندیشن که خب با وجودی که رویه داره ادامه پیدا میکنه و همه این افراد معتقدن که ما در خدمت آقایی، خب چه چیزی میخواد تغییر بده؟ و لاهوتی راه چاره رو در این میبینه که به روشنگران، به نخبگان جامعه تذکر بده. میگه شما یه وظیفه ای دارید، وظیفه شما اینه که مردم آگاه. اگر دستگاه های تبلیغاتی رژیم به شما میگن که مردم راه دیگه ای ندارید، فقط ما هستیم، چه بیاید چه نیاید ما هستیم بر سر کار، یه راه دیگه ای وجود داره. این وظیفه نخبگان اون جامعه است که حالا ما امروز به اون خواهیم پرد. دومین مسئله که لاهوتی ذکر میکنه اینه که تمام نظام های استبدادی ضعف هایی دارن، نقاط ضعفی دارن، مشکلاتی دارن. این ماها هستیم که استفاده نمی کنیم از اون نقاط ضعف. اگر مردمی آگاه بشن، بدانن که یک دیکتاتور نقاط ضعفی داره، برای همین به راحتی میتونن در برابر اون قرار بگیرن و این زنجیرهای انقیاد رو پاره بکنن. به این مسائل خواهیم پرداخت، فقط برای اینکه پاسخی بدیم به اون پرسشی که ما راه چاره ای نداریم. اولین سنگ بنای هر تحول اینه که یک انسانی شرافت و وارستگی خودش رو به دست بیاره. بله، ما با بردگان نمیتوانیم کاری بکنیم. سخت‌ترین کاری اینه که شما به بردگان بگی آزادی. به بسیاری از افراد بگی باورهات غلطه.
راهی که داری طی میکنی اشتباهه. خیلی دشواره که اون شخص دست از اون مناسبات برداره. یکی از مشکلترین بخش های آزادی بردگان این بود که خود بردگان به وضعیت خودشون عادت کرده بودن، راضی بودن، افتخار میدونستن که آقا من چه مردی خوبی هم که ارباب منو دوست داره، منو میخواد. و این وضعیت ماست. ما امروز نیاز داریم منابع انسانی خودمون رو از نظر ذهنی و فکری وارسته بکنیم، بعد به اونها اشاره بکنیم که راه دیگری هست و اون انقلابه، بیرون آمدن از این زنجیره، از این زندانه، از این حصاره. و با اطلاعات غلطی که به شما دادن شما رو مجبور کردن بپذیرید یک وضعیت کاذب رو، یک دوگانه کاذب رو، انتخاب بین بد و بدتر، چون راه چاره ای نداریم. یک راه چاره داریم. اولین راه چاره اینه که خودمون رو نفروشیم. اگر بیرون در حال دزدی هستن، انسان وارسته نمیره به دزده بگه چون همه دارن میدزدن منم میدزدم. نه، در جامعه امروز ایران اگر میخواید رسوا بشید، همرنگ جماعت بشید، برخلاف اون تعبیر گذشته که خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو، امروز اگه میخواهی بشوی رسوا همرنگ جماعت شو. جماعتی که اختیار از خودشون ندارن، توده ای هن، توده هایی که به تاریخ خودشون جاهلن، یادشون رفته خاتمی نامی آمد 8 سال به اونها دروغ گفت، هیچ کاری هم از پیش نبود، دست آخر شعاری هم که داد جامعه مدنی گفت منظور من مدینت النبیه. در همون دوران اصلاحات شما نگاه بکنید، قطعهای زنجیره‌ای رو بگیرید، همینطور بیاید جلوتر. اما اصلاحات برای گروهی نفع داشت، منتفع شد، یه سفره پهن شد، اونها هم منتفع شد. اما بلا فاصله دیدید هیچ کدومشون سعی نکردن در برابر رژیم بیست. یه لوایحی رو تحت عنوان لوایح دوقلو آن زمان معروف بود، خاتمی برد به مجلس، نتونست رأی بگیر. اون لوایح رو پس گرفت. یعنی رئیس جمهوری که حتی در امر داخلی مملکت هم این اختیار رو نداره که مجلس ششمی که در اختیارش، یعنی از همطیفی های او هست و خودش هم 20 اندی میلیون رأی داره، بتونه دو تا لایحه تصویب کنه. میگن اینکه آقا راضی باشه، دستگاه حاکمه ها راضی باشه، اون ارباب راضی باشه. وقت شما در دل این نظام انتخاباتی به دنبال چه هستید؟ آن هم با این وضعی که از سال 88 به بعد رخ داده. یعنی مردمی که به تاریخ خودشون آگاه باشن میفهمن رژیمی با این حد جنایت و غارت، آیا شما در دلش به دنبال تغییری، به دنبال تحولی؟ این چاکر صفت ها با این مجیزگوی ها شما دنبال چه هستی؟ بریم این لابویتی چه میگه؟ در واقع با این اسناد لابویتی میخواد شرافت ما رو تازه به ما برگرده، میخواد یک راه سومی هم به ما بده و اون عدم انتخابه، عدم مشارکت در نمایش رژیمه، عدم مشارکت در جنایت هاست. حداقل شما جنایتکار خودتون انتخاب نکنید. خب بریم این رساله رو بخونیم، فرازهایی از اون رو، امیدوارم وقت برنامه به نحوی باشه که بتونیم به انتها برسیم. اصلا لازم نیست چیزی از او، یعنی جبار، سلب کنیم، کافیست چیزی به او ندهیم. لازم نیست مردم برای نجات خود به کاری دست بزنند، آنان فقط باید که علیه خود اقدامی نکنند. بنابراین خود مردم هستند که به انقیاد و اطاعت سر می سپارند، زیرا هرگاه تصمیم بگیرند که اطاعت نکنند به بردگی خود پایان دادند. در واقع لابوتی داره میگه اجازه ندید شما رو فاقد اختیار بکنند.
به غیر از انتخاب بد و بدتر یه انتخاب دیگه هم وجود داره و اون عدم انتخاب. چه کسی شما رو مجبور کرده انتخاب بکنید بین بد و بدتر؟ اولین کار اینه که ما به اون رژیمی که نمایندگان خودش رو معرفی کرده تن ندیم، انتخاب نکنیم. هر کس می داند که آتش برخواسته از یک شراره کوچک تا زمانی که چوبی برای سوختن باشد شعله ور و فزاینده خواهد ماند. با این حال حتی اگر آتش با آب خاموش نشود، زمانی که دیگر ماده‌ای برای سوختن نداشته باشد خاموش خواهد شد و دیگر نخواهد سوخت. اگر کسی تسلیم آنان نشود و بی هیچ خشونتی صرفاً اطاعت نشود، بی پناه، بی حفاظ، عریان و دست خالی خواهد ماند و به هیچ مبدل می شود. درست همان گونه که اگر به ریشه گیاه آب و غذا نرسد، ساقه و برگ ها پژمرده و خشک می شود. لابویتی 470 سال قبل داره این مسئله رو در فرانسه اون زمان می گه. یعنی این اکسیژنی که ما به رژیم میدیم، که ما پیشتر عرض کردیم یکی از اساس رژیم های دیکتاتوری مشروعیته. شما فکر کردید چرا مراجع تقلید و شخص سید علی خامنه‌ای اشاره میکنن که بیاید رأی بدید؟ خب برای سید علی که فرقی نمیکنه مردم بیان یا نیان، به هر حال یکی از نماینده های او انتخاب میشه، چه 2 میلیون شرکت بکنن. فرض بگیرید جلیلی انتخاب بشه یا 60 میلیون شرکت بکنن پزشکیان انتخاب بشه، چه فرقی برای سید علی میکنه؟ او که هر دوش مال خودشن، چه علی خواجه و چه خواجه علی فرقی نمی. پس چرا به مردم میگی که بیایید در انتخابات شرکت بکنید؟ چند دوره قبل سید علی خامنه‌ای اشاره کرد حتی اگه منو هم قبول ندارید بیایید در انتخابات شرکت کنید. دلیلش میدونید چیه؟ دلیلش اینه که اون میدونه مبنای مشروعیت یک رژیم بخشیش برمیگرده به مقبولیتش در همین صندوق‌های انتخابات که ما قبلا عرض کردیم. رژیم‌های دیکتاتوری به دنبال انتخاباتن. اون پدیده سلطانیسم رو ما تشریح کردیم برای همین روزها. چرا صدام حسین دوستاش 99% مردم بیان شرکت کنن؟ چرا در رژیم های دیکتاتوری مشارکت ها خیلی بالاست؟ برای اینکه میخوان به جامعه جهانی بگن این شخصی که برگزیده شده برگزیده مردمه. اگه مردم از نظام ما ناراضی باشن که نمیان تو انتخابات شرکت بکنن. یه مصاحبه میدیدیم آقای محمد جواد ظریف بود، یه خبرنگاری ازش سوال پرسید، گفت آقا حکومت شما یه حکومت بربره، یه حکومت سرکوبگره، چرا این کارو با مردم میکنید؟ ظریف اشاره کرد که خب اگه حکومت ما وحشیه، بربره، نقض حقوق بشر میکنیم و با این گستردگی چطور 70% مردم میان رأی میدن به ما؟ خب این یه سوال بسیار مهمی است. این که عرض می کنم شما در جنایت دست خواهید داشت اگر با دستان خودتون رأی می اندازید تو صندوق، همین هاست. یعنی جایی که یک جنایتکار و کسی که آمده اون جنایت رو توجیه کنه در صحن سازمان ملل یا سازمان های حقوق بشری زبانش گشاده است که 80% به ما رأی دادن، 70% به ما رأی دادن. شما می خواهی بگی مردم ها نمی فهمن؟ وقتی صحبت از دموکراسی میکنی یعنی مردم میفهمن. خب 60% آمدن ما رو انتخاب کردن، 70% آمدن ما رو انتخاب کردن. باید کاری کرد که این رئیس جمهور با 20% بره در مجامع بین المللی که مورد تمسخر مردم قرار بگیره. که کدام مملکت وجود داره که رئیس جمهوری با 20% آمد؟ حتی اگه رژیم رأی سازی هم میکنه، خالی بودن خیابان ها بزرگترین چیزه. خالی بودن مراکز رأی‌گیری بزرگترین امتیازه. امروز دیگه انحصار خبر در اختیار رژیم نیست.
که بگه 90 درصد مردم آمدن رأی دادن. نه، وقتی این همه اخبار و اطلاعات و عکس ها و فیلم ها از توسط خود مردم داده میشه که مراکز انتخابی خالی، خب رژیم نمیتونه مهار واقعیت بکنه، اخبار رو در انحصار خودش بگیر، بیشتر مضحکه میشه و اون وقت رئیس جمهور منتخب این جماعت نمیتونه در جامعه جهانی بگه ما نماینده مردمیم، اگر زنان رو میزنیم قانونی رو اجرا میکنیم که مردم خواستن، نمایندگان مردم خواستن، اگر تو منطقه جنگ افروزی میکنیم سیاست ما رو مردم قبول دارن وگرنه به ما رأی نمیدن. که یه تحریم ها کمرش مردم رو شکسته، میگن کجا شکسته، مردم ها که راضی هن میان 80 درصد رأی میدن. رژیم ها قبل از انقلاب باید با بحران مشروعیت و بحران مشارکت روبرو باشن. بحران مشارکت یعنی وقتی میخوان مردم بیان در جشن ها و مناسک دولتی مردم نیان. مثلا 22 بهمن تظاهرات، مردم نباید بیان. رژیم میخواد پیروزی خودش رو جشن بگیره. وقتی شما میرید در خیابان نشان میدید که با رژیم همراهی، به مبانی رژیم باور داری، خب نباید حضور پیدا کنی. این که بیاید در خیابان انقلاب کنی اون حد اعلاشه، بله، اما آیا امروز چون جنبش ها در خیابان نیستن ما وظیفه دیگه ای نداریم، یه مسئولیت دیگه ای نداریم؟ چرا از همین الان داریم؟ زمینه انقلاب یک تفکری است که تن به بردگی نمیده. اگر جنبش در خیابان ها نیست این به این معنا نیست که شما بری رأی بدی، نه، چون همان رأی دادن مثل همین چوبی میمونه که آتش رژیم رو شعله ور نگه میده و رژیم از اون استفاده میکنه در مجامع بین المللی، در جاهای دیگه خودش رو نماینده قانونی مردم معرفی میکنه. دلیران برای دستیابی به آرزوهای نیک از خطر نمی هراسند. مردان زیرک و تیزهوش از تحمل رنج نمی گریزند. فقط ترسوها و احمقها هستند که نه قادرند سختی را تاب آورند نه می توانند به دفاع از حق خود برخیزند. آنها فقط در حد آرزو کردن و خواستن می مانند. واقعا تعبیر درستی است. شما امروز میرید نگاه میکنید به مردم میگید خب چرا میخواید انتخابات شرکت کنید؟ شاید خوب شد، امیدواریم یه کمی اوضاعمون بهتر بشه. کسانی که پای صندوقهای رأی میرن و رأی میدن طبیعیه که دیگه نیروی انقلابی نیستن. دلیلش اینه که وقتی شما میرید رأی میدید طبیعتاً 4 سال صبر میکنید دیگه. از نظر ذهنی کسانی که میرن رأی میدن دیگه اون موج انقلابی از ذهنشون پاک میشه، چون منتظر میمونن که آقای الفی که انتخاب کردن 4 سال ببینن چیکار میکنه. بعد 4 سال که شد همون آقا میاد دوباره وعده میده که خب 4 سال نشد، مقدماتشو چیدیم، 4 سال دیگه باز به من فرصت بدید. و به همین نحو انقلاب 8 سال بسیاری از نیروهای خودش رو از بین رفته میبینه. همین فرایند امیدوار کردن مردم بخشی از موج انقلاب رو کاهش میده. شما فکر اصلاحات چند اندازه به گذار از رژیم ضربه زد و به ماندگاری رژیم کمک کرد؟ خیلی زیاد. مردمی که 8 سال فکر میکردن خاتمی میتونه کاری بکنه، خب مجبوری دست نگه داریم. نقشی از جامعه با نیروهای انقلابی همراه نمیشه. مثلا دانشجویان نیروهای عظیم انقلابی هست. وقتی گفتمان اصلاحات تونست این اقشار جامعه رو به سمت خودش بکشونه، به اونا امید بده، تونست اونها رو از موج انقلابی جدا بود، از جنبش های انقلابی جدا بود، چون در هر انقلابی
از گروه های متنوع و متکثر تشکیل میشه، کسانی که راه مطالبات خودشون رو با وجود رژیم مسدود میبینن، میگن خب این رژیم که از ما که به مطالباتمون نمیرسیم. زنان، کارگران، معلمان، دانشجویان، سیاسیون، همین ها گروه های مختلف هن. مطالباتشون ممکنه واحد نباشه، بر روی برخی از اصول اشتراک نظر دارن، بر روی برخی دیگر ممکنه با هم متفرق باشن، اما در یه چیز مشترکن و اون اینکه این رژیم باید بره، چون با وجود این رژیمه که ماها به حق خودمون نمیرسیم. خب هر گروهی که به عنوان جنبش های خورده جنبش شناسایی میشن، در درون یک گستره تبدیل میشن به یک جنبش انقلابی. اما رژیم ها چیکار میکنن؟ شما که نمیتونید همه رو برآورده بکنید، بنابراین میایید اون نیروهای مؤثر انقلاب رو با دادن برخی وعده ها جدا میکنید، یا امید دادن جدا میکنید، یا با ترس جدا میکنید. یکی از اون نیروها دانشجویانه، روشنفکران جامعه، نخبگان جامعه، بگی بهتر نخبگان جامعه. اصلاحات چیکار کرد؟ 8 سال دانشجویان و نخبگان جامعه رو سر کار گذاشت. یعنی همان فسادهایی که زمان هاشمی آغاز شد تحت عنوان دولت سازندگی و چیزهای دیگر، مشکلات عدیدهی که در عدم تحقق وعده ها بود، خب جنگ هم تمام شد، آقایون نتونستن وعده های مردم رو محقق بکنن، جامعه در یک التهاب به سر می بود. دیگه ناطق نوری ها نمی توانستن نماینده باشن، اونا نماد حکومتی بودن که برشکسته شده بود. یه گفتمانی توسط خود دولت، خود حکومت، خود رژیم ایجاد شد که بتونه بخش اصلی بدنه جامعه رو به طرف خودش بکشونه. اون دانشجویان بودن. حتی دیدید در سال 78 چه وقایی رخ داد. رژیم از قبل اینها رو بررسی کرده بود. میدونست دانشجویان میتوانند در چند سال آینده خطراتی باشن برای بود. نخبگان خطرات باشه، اونها رو از اون صف جدا کرد و امروز هم همین کار رو داره میکنه. یعنی میزان مطالبات مردم ما به جایی رسیده که یه ده امیدوارن اینترنت کمی وضعش بهتر بشه. یعنی آن چیزی که در جهان غرب به سادگی در دسترس مردمه، در درون کشور ما تبدیل شده به یه مطالبه، تازه در حد آرزو. کمی با دختران ما مدارا بکنن، ببینیم ما به چه ادباری گرفتار شدیم. دلیلش اینه که یک سنگر عقب رفتیم، رژیم ما رو به عقب برد، دوباره عقب رفتیم، باز رژیم جای اون عقب رفت ما رو پر کرد. هنوز اینا درس نشده برای ما. لاباتی داره همینو میگه، یه کسانی که از سختی فراری هن، حاضر نیستن مبارزه بکنن با رژیم، حاضر نیستن تحمل بکنن سختی ها رو، دلشون گرمه به آرزو. اون وعده داده که من بیام اینترنت رو خوب میکنم، فیلتر رو بر میدارم، این داستان هایی که دیدید هیچ کدومشون هیچ کاری نکردن. کدوم رئیس جمهور در این نظام تونسته گشت ارشاد رو جمع کنه برای یک سال؟ کدوم رئیس جمهور توانسته اسباب آزار و اذیت جامعه و مردم و زنان ما رو برداره؟ تازه اون آقا میگفت برید آتش به اختیار باشی، یعنی اون آقای ارباب تازه به چاکر صفتان خودش گفته بود برید آتش به اختیار عمل بکنه. بعد این جماعتی که اختیاری از خودشون ندارن امروز میاد خیلی راحت میشینن و میگن آرزومند باشید، امیدوار باشید، ما بیایم درست میشه. هرچند این آرزو همواره در نهاد ایشان باقی مانده است، شهامت بر زبان آوردن یا کوشش در راه رسیدن به آن را ندارند. ای فقیران، تیره بختان و مردمانی که در جهالت به سر میبرید، ملتهایی که خود مسبب بدبختی هستید و چشم بر حق خود بسته اید،
ببینید این رساله هاست که 400-500 سال قبل زمینه های رشد فکری مردم اروپا رو سبب شد. امروز اگه کسی این رساله ها رو حتی بخوانه، برخی از این مجیزگویان و فریب خوردگان و فریب دهندگان میگن آخه شما خیلی رادیکالی ها، مردم ما رو دارید تهیج میکنید که بیان به کارهایی انجام بدن، نظم جامعه به هم میریزه. خب ما نداشتیم این افراد. اندکی قبل از مشروطه خب میرزا آقاخان و میرزا فتلی آخونزاده ها و اینا یک مقدار در این کتاب های خودشون، رساله های خودشون اینا رو می نوشتن واقعا با همین لحن. اما ببینید بزدلی کارشناسان، نخبگان، اون الیت جامعه به کجا رسیده که اگر اینها رو شما بخونید اینا رادیکال هست. ما نیاز به انقلاب نداریم، یه بار انقلاب کردیم بسمونه. یکی از ترفندهایی که عمله های رژیم به کار میبرن این مسئله است، یک بار انقلاب کردیم بس. نه خیر عزیز من، یک جامعه برای رفع موانع ممکن 100 تا انقلاب بکنه. مگه انقلاب در فرانسه یکی بوده؟ بعد از انقلاب 1789 بارها انقلاب رخ داده تو فرانسه، چون هر بار یه مانع دیگه به وجود میاد ملت باید اونو تصحیح بکنه. در امریکا همین وضع، در انگلستان همین وضع بوده، در همه جا همینه. کدوم ملتی که این همه بیماری داره با یک انقلاب کارش تمام شده؟ نه. مثل جسم انسانی که ده ها بیماری داره، به مرور باید عمل کنی، چندین عمل رو ممکنه شما پشت سر بذارید، هر کدام درد داره، دوران نقاهت داره. جامعه هم همینه، جامعه هم باکتری ها و ویروس هایی داره در خودش، قده های سرطانی داره. دین یه قده سرطانی، استبداد یه قده سرطانی. شما رفته رفته اینا درمان کنی، خشونت طلبی، تقدیرگرایی، اینا همه قده های سرطانی هست. باید برش شد. ممکنه با یه انقلاب بتونید، با یه انقلاب دیگه نتونید، دوباره نیازمند انقلاب باشید. اما مدافعان رژیم خوب میدونن که از این ترفند استفاده بکنن، موج انقلابی کاهش پیدا بکنن. در همین وضع بمونیم بهتره تا انقلاب بشه فلان بشه. نه عزیز من، از ترس جراحی میخوان جامعه رو به سمتی ببرن که آرام آرام بمیره. شما به ایران ما نگاه بکنید، یه چیزی مانده؟ چه چیزی مانده که این مردم امیدوار باشن؟ اگر حال این بیمار رفته رفته خوب میشد، شما میتونید امیدوار باشی که موعد مرگش به عقب بیفته. اما جامعه هر روز توی فاجعه ایه. کشورهای جنگ زده منطقه وضعیتشون از ما بهتره. شما الان عراق رو نگاه بکن، ارزش پولش، آزادی هایی که دارن، نه اینکه حالا اونا خوبن، نه، سالها استبداد بعث و صدام و اینها طبیعیه، در اون کشور حاکم بوده. اما همین کشوری که جنگ داشته وضعیتش بهتر از ماست. بعد از کشورهای جنگ زده منطقه‌ای که مثلا مثل سوریه الان وضعش واحد پولش و ایناش خیلی بهتر از ماست. و شاخص فلاکت رو نگاه بکنید در کشور ما به چه وضعی رسیدیم. کدوم کشور منطقه است که مردمش کلیه بفروشن، بانوانش دست به خودفروشی بزنن، تنفروشی بزنن، به کشورهای دیگه برن برای این کار؟ حتی کشورهای جنگ زده این وضعیت رو ندارن که ما داریم. اما میگیم نه، تو تحمل کن، حالت خوبه. شما خود را در برابر چشمان خود از بهترین و بیشترین سهم ثروت خود محروم میسازید. کشتزارهایتان غارت میشوند، اموالتان به سرقت میروند، میراث خانوادگیتان از میان میروند. اصلا دیگه ما خودمون رو صاحب نفت دیگه نمیدونیم.
خودمونم باور کردیم دیگه در جمهوری اسلامی دکل گم میشه، پولای نفت میره، خزانه خالی میشه، اصلا مردم بی تفاوت بودن، انگار پول مال اونا نبوده. یعنی عادت دادن ما رو به اون بوی تعفن. انسانهایی که حالا کارگران شریفی هم هست کار میکنن مثلا در جاهایی که خیلی بوی بدی میده یا محیط نامناسبی است، به مرور عادت میکنن به اون بو. استبداد هم یه همچین وضعیتی داره. شما که ذهن درگیر شده با اون هنجارها دیگه از اون مسئله ناراحت نمیشی، میگه خب چیز عادی است. من عرض کردم لابدی یکی از بخشایی که ذکر میکنه عادته. تو مملکت ما این همه اختلاس میشه، پول ما رو میبرن، اما ما بیخیالیم، فقط در حد جوک و چهار تا اطلاع رسانی. چون اینا پول خودمون نمیدونیم، رودخونی خشک میشه مال خودمون نیست، دریاها از بین میرن مال خودمون نیست، مراتع و جنگل هامونو میبرن میبرن مال خودمون نیست. چنان زندگی میکنید که نمیتوانید بر هیچ چیز دعوی تملک کنید. ببین چه نکته دقیقی رو داره میگه. واقعا ما امروز این نیم، ما حتی نسبت مال خودمون هم نمیتونیم ادعای تملک بکنیم، فقط منتظریم که رژیم میاد مال ما رو ببره، چون مال خودش، مال ما نیست. به نظر میرسد شما از اینکه داراییتان، خانواده و زندگیتان را وام گرفته اید احساس رضایت و خوشبختی میکنه. واقعا وضعیت ما الان همین، ما حتی جانمون هم وام گرفتیم تحت این رژیم. ما فکر میکنیم که خب اگه فردا اومدن چهار نفرم کشتن دیگه، کشتن، جانمون هم که مال ما نیست، مال اینا، هر وقت بخوان میگیرن، هر وقت بخوان به ما میدن. این تباهی، بدبختی، ویرانی و فلاکت نه از دشمن بیگانه بلکه از دشمنی به شما میرسد که خود به او قدرت بخشیده اید، دشمنی که به خاطرش به جنگ میروید و کشته میشوید و به خاطر افتخار و سربلندیش از جان خود دریغ نمی کنی. خیلی تعبیر جالبی است. رژیمی که به ما میگه کشورهای غربی صبح تا شب دارن بر علیه ما توطئه میکنن، میخوان مال ما رو ببرن، نفت ما رو ببرن، اما اگه نگاه بکنی دشمن قرار نیست از خارج بیاد، همینایی که هستن که تو تهران نشستن. کی نفت ما رو برده به غیر از شما؟ کدوم ارتشی آمده جوانان و دختران ما رو تو خیابان‌ها بکشه به غیر از شما؟ کی زندان ساخته که دختران ما رو ببر اونجا تجاوز بکنه به غیر از شما؟ کی اومده حاصل دسترنج مردم رو بگیره تحت عنوان خمس به غیر از شما؟ کی این سرزمین رو به این ویرانی رسانده به غیر از شما؟ بعد یه عده باورشون میشه، میگه دشمن قرار از خارج بیاد. داعش به ما حمله نکنه. عزیزم من داعش رو تهران نشسته، این سرداران سپاه صد برابر از اون ابوبکر البغدادی بدترن، فقط شناسنامه ایرانی دارن، نه فکرشون انسانی است، نه عقیدهشون اخلاقی است، نه ذره به این کشور علاقه و علقه دارن. در زمان قاجار همین وطنی ها رو می آوردن در یک مسئولیتی می ذاشتن، می دزدیدن. دست آخر مجلس آمد گفت آقا بریم یه مرگان شوستری بیاریم، حداقل اینا پاک دستن، وضعیت کشور ما رو مرتب کنن، گمرکات ما رو درست بکنن، این کارا رو بکنن. برید خاطرات اینا رو بخونید. می آمدن می گفتن بابا اینا ایرانی ها چی هن، چجور آدم هایی هستن. همین درباری ها توطعه می کردن که این مرگان شوستر رو بپسید بره، این به درد ما نمی خور، این موسی و نوز رو بپسیم بره. حالا شما به جمهوری اسلامی نگاه بکن، دائم ما رو می ترسونن، خارجی این کنه می کنه، بیگانه اینطوری بکنه،
فرهنگ اینها فرهنگ تبهشه، غرب وحشی. حالا باید نگاه بکنیم اساس ایدئولوژی اینا بر وحشیگری و غارت کاروان و تجاوز به کودکان و اینا بوده، برده کردن زنان و کودکان. مشکل ما اینه که ذهن ما توسعه یافته نیست عزیزان من. انسانی که ذهنیتش محدوده دشمن خودش رو هم نمیتونه بشناسه، که دشمن واقعی تو خونته، یعنی بیرگانه نیومده، از خارجی نیست، از خودمونه. یکی رو آوردیم، قدرت بهش دادیم، ما رو برده به جنگ. 8 سالی خمینی آمد این مملکت رو به فنا داد برای اینکه کلمه حق پیروز بشه. میخواست بره تا قدس از راه کربلا. این همه جوانان رو فرستادن روی می. به خاطر جنگ طلبیشون. همین الانش هم همین. هر لحظه ممکنه به خاطر بی‌درایتی این رژیم یه جنگی تو منطقه راه بیفته و یه کشوری بیاد و با یه بمب اتمی کارو تمام کنه. به مملکت ما دست دیوانگانه. ما از بیگانگان میترسونیم؟ باز اون بیگانه 4 تا عقلانیت توش هست، حداقل نشان داده. اما این دیوانگانی که ما داریم، هر روز شما نگاه بکنید، اصلا نوع مملکت داریشون نگاه بکنید، حتی افرادی که منتخبشون بودن آوردن، نگاه بکنید تبلیغات و مناظراتشون رو ببینید. حالا من که نگاه نکردم، خلاصی از اینا رو گهگاهی میشنوید. سطح اخلاقشون، سطح فرهنگشون، حتی نحوه صحبت کردنشون، شما وارستگی میبینید تو اینا. نوکیسگانی هن که فقط آمدن که یه سفره باز بشه، عده‌ای رو بیارن، شروع کنن بخشی از غارت اموال مردم. یه بخشی بیت بخوره، یه بخشی هم بیت ما. در بیوت خودشون غارتشو انجام بشه. لوباتی داره میگه بیگانگان نیاوردن، خودتون آوردید. امروز هم بپذیرید که خودتان آوردید. و باید اینها رو بذاریم کنار. اولین قدم اینه که در مناسکی که به همین رفتارهای رژیم مشروعیت میده شرکت نکنیم. خب مطالب دیگری هم بود که خیلی جالبتر هم میشد اگر جلوتر میرفتیم، ولی خب با توجه به اتمام وقت برنامه میذاریم برای یک نوبت دیگر. سپاسگزارم از تلویزیون پارس و جناب شهرتی عزیز. و آخرین توصیه هم اینه که شرافت خودمون رو بازیابی بکنیم. این اولین کار. ذهنمون رو در اختیار متجاوزان به این سرزمین قرار ندید. درود و پاینده باشید.